که اینترو فرندز اینه که تمام شخصیت های فرندز جلوی یک آب نمایی هستن و یه مبلی جلوشه، رو مبل میشینن، تو آب میرخصن و اینا. دقیقا همون ستینگ، رو همون مبل دو جاکت نشسته اما به صورت یک شیطان شاخدار سیاه و بالا سرش لوگوی فیلم فرندز هست اما به جای فرندز نوشته سلام. به قسمت جدید برنامه آنسافت خوش اومدید. امروز میخواییم راجع به ماتیو پری، معروف به چندلر از سریال محبوب فرندز صحبت بکنیم. Okay, that's like the least fun game ever. We, you know, talk about life and what our relationships are with other people and all that stuff. من خودم کسی هم که رسماً موقعی که متولد شدم فرندز رو دیدم تا الان و تا به امروز من روی ریپیت فرندز رو هزاران بار دیدم. یعنی یه قسمتش رو اگه پاز بکنی من بهت میگم دیالوگ بعدیشون چیه در این حد. اول نمیخواستم که اصلا راجع به این موضوع ویدیو درست بکنم چون به نظرم یکم حالت بی احترامی داشت. اینجوری بودم که حالا که در گذشته بذارین راحت باشه دیگه، تئوری ازش نسازین و اینا. تا اینکه دیدم که وقتی عمیق توی این تئوری میشی و هر لایه‌ش رو که باز میکنی موضوع بدتر و بدتر و عجیبتر میشه و یه چیز سطحی که حالا مثلا یه تئوری بسازن نیست. و بعد از درخواست‌های بی‌اندازه شما تصمیم گرفتم که راجع به این موضوع صحبت بکنم و خودتون میتونین قاضی باشین که آقا اصلا چرا این همه اتفاقای عجیب و مرموز قبل از مرگ متیو اتفاق افتاد. پس اگه براتون جالبه و کنجکاوین که بدونین که دارم راجع به چی صحبت میکنم، مثل همیشه ویدیو رو با هم ببینیم. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. ماتیو پری یکی از معروفترین بازیگران سریال‌های کمدی روی کره زمین بوده. سریال فرندز که حتی اگه ندیده باشین حتما تا حالا اسمش به گوشتون رسیده. سریالی که بعد از 20 و خورده ای سال هنوز که هنوزه توی دنیا داره پخش میشه و هنوز آدما نگاه میکنن، هنوز این کاراکترا رو دوست دارن. این سریال انقدر معروف بود که 3 تا سیزن آخرش هر کدوم از بازیگراش که 6 تا بازیگر اصلی داشته $1,000,000 برای هر اپیزود پول در می آوردن و یکی از موفق ترین سریال های روی کره زمین بوده تا به امروز. ماتیو پری که نقش چندلر رو بازی میکرد توی سال 2020 یک کتابی منتشر کرد و این کتاب کتاب داستان زندگیش بود. من این کتاب رو خوندم و میتونم بگم که وحشتناکترین کتابیه که تا به حال خوندم، به خاطر اینکه داستان زندگی این آدم یکی از دردناکترین داستانهاییه که تا حالا شنیدم، به خاطر اینکه خیلی حالت زد و نقیض داره. این آدم آدمی بوده که موقعیت اینو داشته که هر چی که توی دنیا میخواد و داشته باشه. پول داشته، شهرت داشته، دوست دخترش زمانی جولیا رابرتس بوده که معروفترین، یکی از معروفترین و زیباترین دخترهای روی زمین بود اون موقع. موقعیت خوشحالی رو داشته اما سرنوشتی که براش رقم میزنه برای خودش یکی از تاریک‌ترین هاست و داستان از این قراره که این آدم اعتیاد شدید پیدا میکنه به هر چیزی که ما فکر کنین، به الکل، به قرص، به مواد و خیلی چیزای دیگه. تنها چیزایی که بهشون اعتیاد پیدا نمی‌کنه موادای تزریقی خیلی ناجور هستن و در حدی که بعضی موقع وقتی میاد روی ست فرندز هر روز 60 تا قرص می‌خورده. 60 تا. این آدم به نقطه میرسه که یه بار فتخش میتره، که اگه کلمه فارسیشو درست بگم یا رودش میتره، یه همچین چیزی، و یه کیسه از بدنش حتی بیرون بهش وصل میکنن که در واقع رودش یا نمیدونم فتخش بیرون از بدنش بوده ماها. یا یه بار میره بیمارستان به مدت 40 روز هیچی نمیتونسته بخوره، فقط با سرم بهش چیز میرسیده. چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه یک سری اتفاقات جانی وحشتناک و پشت سر میذاره و این کتابو که میده بیرون سوبر بوده، یعنی دیگه اعتیاد نداشته، یعنی ترک کرده بوده و اتفاقا توی شرایط خوبی بوده و میگه که خیلی خوشحالم برای آینده، دوست دارم که خانواده تشکیل بدم، بچه دارشم و جای خوبی بوده، آدمی که بارها و بارها و بارها داشته میمرده.
داستان از اینجا شروع میشه. متیو پری روی اینستاگرام فعال اصلا نبوده. یهو شروع میکنه فعالیت کردن، اما فعالیتش خیلی عجیب غریب بوده. چرا؟ چون شروع میکنه یک مش پستای عجیب غریب رندوم گذاشتن که اکثر این پستا به بتمن و سیگنال بتمن ربط داشته. سیگنال بتمن چیه؟ سیگنالیه که وقتی که میخوان بتمن رو صدا بکنن، وقتی جان کسی در خطر یا اتفاق بدی داره میفته، این سیگنال رو میندازن تو آسمون که بتمن بره نجاتشون بده. و متیو پری که هیچی پست نمیکرده، قبل از مرگش شروع میکنه هی سیگنال بتمن رو پست کردن. جدا از اون، آخرین فصل کتاب متیو پری اسمش هست بتمن و عاشق بتمن بوده و راجع به بتمن خیلی زیاد صحبت میکرده و میگن که یک جمله توی این کتاب هست که میگه که اگه یه روزی در خطر بیفتم سیگنال بتمن رو میفرستم، که من اینو خودم خوندم یادم نمیاد این نقطه رو، اما خب این کتاب طولانیه و قرار نیست من همه چی یادم باشه، اما روی اینترنت دارن میگن که یه همچین چیزی گفته. اما نگران نباشین، داستان از این عمیق‌تر میشه و این سطحی نیست. خلاصه که شروع میکنه سیگنال های بتمنو هی روی پیجش گذاشتن و کپشن های این عکس ها شروع میکنه مرموز شدن. مثلا زیر یکی از این عکس های رندوم بتمنی مینویسه که میفهمی چی میخوام بهت بگم؟ منظورمو میفهمی؟ دوباره تو عکس بعدی مینویسه که متوجهی چی دارم سعی میکنم بهت بگم؟ من متمنم. میگه من متمنم به جای بتمن. و اینجا وقتی در نظر میگیرین که سیگنال بتمن سیگنالی که وقتی یکی به کمک نیاز داره، به همراه این کپشنا که میفهمی چی میگم، میفهمی منظورمو، یکم آردی مرموزان است، یکم آدم اینجوری که وای یعنی چی، آیا داره تقاضای کمک میکنه. اما داستان ناجورتر میشه. یه ویدیوی میذاره از سه تا میوه بری که اینا یا کرنبریه یا یه نوع بری دیگه است و زیر این ویدیو می نویسه که این چیزیه که من امروز خوردم، اسم من متمنه، من متمن هستم. الان بهتون میگم، الان اینو براتون باز میکنم. قبلش یه چیز دیگه رو باید توضیح بدم. متیو پری 28 اکتبر 2023 نزدیک هالوین توی شبی که ماه کامل بود توی جکوزیش میمیره. اول که میان اعلام میکنن که سکته قلبی کرده و بعد نظرشون رو عوض میکنن و میگن که نه، غرق شده. توی جکوزی خودش غرق شده. همینجا اول سوال پیش میاد که چطور ممکنه یه آدم توی جکوزی غرق بشه؟ قبل از اینکه بگین که خب آدمی بوده که مواد میزده و اینا، کاملا پاک بوده، خونشو چک میکنن، کل خونش هم چک میکنن و هیچ اثری از مواد مخدر نبوده. پس اول میگن سکته قلبی بوده، بعد میگن چی؟ میگن که غرق شده توی جکوزی خودش. آخرین پست اینستاگرام متیو پری خودشه توی جکوزیش و سیگنال بتمن بالا سرشه چند روز قبل از مرگش. سیگنالی که به عنوان کمک میخوام شناخته شده بالا سرشه توی همون جکوزی که مرگش اعلام میشه. برگردیم به اون سه تا بری، کرنبری. سه تا میوه بری رو میزه، میگه این چیزیه که امروز خوردم، من متمن هستم. چرا این مرموز و وحشتناکه؟ اولا اینکه اینا کرنبری اگه باشن که سه تاشون با هم میشه کرنبریز، یک بند موسیقی بسیار معروفی توی دهه 90 و اون دهه ها بود به اسم کرنبریز. خواننده اصلی کرنبریز چجوری فوت میکنه؟ با غرق شدن. اما موضوع از اینم بدتر میشه. اینجا بود که مردم برگشتن گفتن که آیا داشته به ما پیشبینیشو میگفته که اگه منم مثل اون غرق شدم، بدونین من دارم کمک میخوام، میخوان منو غرق کنن. روی میز سه تا کرنبریه، 1، 2، 3. من رفتم سرچ کردم روی گوگل که سومین آلبوم بند کرنبریز چی بوده و اسم این آلبوم هست The Faithful Departed، یعنی ایمانداران درگذشته، یعنی کسی که مرده اما ایماندار بوده. حالا چرا این یک چیز عجیب و ترسناکه؟ متیو پری توی کتابش اعلام میکنه که یه روز دعا میکنه از ته قلبش و میگه که تو منو معروف کن
هر کار دیگه خواستی بام بکن، فقط به من شهرتو بده. اینو توی کتابش میگه و میگه من اون موقع نمیدونستم که دارم چی کار میکنم. این دعایی که میکنم، این قراردادی که دارم میبندم یعنی چی؟ چون میگفته داشتم برای با خدا دعا میکردم. و کلمه این که ازش استفاده میکنه برای این که بگه این دعایی که میکردم نمیفهمیدم یعنی چی، دقیقا این جمله رو توی کتابش میگه. دقیقا چیزی که تو دعاش میگه اینه که خدایا هر کار دلت میخواد میتونی با هم بکنی، فقط معروفم کن. و بعد در ادامهش میگه که 3 هفته بعد من به عنوان نقش چندلر توی فرندز استخدام شدم. و میگه که اون مذاکره‌ای که من تو دعا میکردم قسمت خودش رو خدا نگه داشت و به من شهرت رو داد. و وای که قسمتی که بهش گفتم هر کاری میخوای با من بکن و یادش نرفت. و اینجاست که مهمه، میگه که اون دعای فاوستینی که من کردم خیلی احمقانه بود، یک دعای بچگانه بود و واقعی نبود، دعای واقعی نبود اما واقعی شد. حالا کلمه فاستین چرا، چیه و مهمه، میخوام اینو بهتون بگم. فاستین بارگن که یعنی مذاکره فاستین، یعنی که یک انسانی میاد یک چیز با ارزشش مثل شرف یا روحشو میفروشه برای چیزای بی ارزش و زمینی مثل پول، اموال و ثروت. یعنی رسما روحتو میگن به شیطان میفروشی برای شهرت. پس با زبون بی زبونی میگه که من روحمو فروختم و اون چیزی که بهش روحمو فروختم فکر نمی کردم اون واقعی نبود، اون خدایی که فکر می کردم نبود و درست نبود. حالا چرا قاطعانه دارم میگم اون خدایی که اون فکر می کرد نبود؟ به این دلیل متیو پری توی مصاحبه های آخرش و حتی توی کتابش میگه که من آدم بی خدایی بودم، خدا رو نمیشناختم. و یه بار که تا لب مرز مرگ میره و رو مواد بالا و اینا بوده و باید ترک میکرده، یه دعایی میکنه و میگه اونجا خدا انگار اومد و منو اصلا شفا داد و یک بهش ایماندار میشه، یعنی به مسیحیت و به خدا ایمان پیدا میکنه. و از اونجا به بعدم تا 3 سال ترک میکنه. و از اون به بعد توی اینترویوهاش چندین بار اومده بود گفته بود که من به خدا اعتقاد دارم، خدا رو دوست دارم. و توی کتابش هم از خدا صحبت میکنه و مردمو دعوت میکنه به اینکه چیزای سطحی رو بدن بره، مواد نزنن و به خدا، از خدا کمک بخوان. خب برگردیم به اسم آلبوم سوم کرنبریز، The Faithful Departed، ایمانداران درگذشته. آیا چیزی که میخواست به ما بفهمونه اینه که وقتی من به خدای واقعی ایمان پیدا کردم و بهش پایبند بودم اونا منو حذف کردن؟ این داستان عمیق‌ترم میشه. اما قبل از این که بهتون بگم که چرا این میتونه یک احتمال باشه، یک دیدگاه دیگه‌ای به داستان این کرنبری ها میخوام نگاه کنیم. کرنبری هایی که روی میزن، بعضی میگن که کرنبری نیستن، اینا یک نوع دیگه از بری هن. چه نوعی؟ همون بری هایی که توی هانگر گیمز هست، توی فیلم هانگر گیمز، که وقتی میخوان که خودشونو بکشن اونو میخورن و وقتی میخورن سکته قلبی میکنن. و متیو پری نوشته که من متمن هستم و این چیزیه که امروز خوردم. و چند وقت بعد از اون سکته قلبی میکنه و بعدم میگن غرق شده، که جفت اینا، یکیشون خواننده کرنبری غرق شده و اون یکی میوه‌ایه که اگه بخوری سکته میکنی. جدا از اون، مت به مت خیلی شبیه. مت توی زبان هیبرو یعنی مرده، در زبان لاتین مت یعنی مرده. حالا ببین لاتینه یا هیبرو نمیدونم. و متمن اگه مت رو در نظر بگیریم، متمن میشه چی؟ مرده مرده. من امروز این میوه رو خوردم که سکته قلبی میده، یا میوه‌ای که اشاره میکنه به زنی که غرق شده و اسم من مرد مرده است. میدونین زیادی اتفاقاییه که کنار هم میذاری، چرا باید همه اینا کنار هم یه معنی بده؟ چقدر میتونه یه اتفاق همینجوری پیش بیاد که پشت هم؟ چرا متیو پری مدت ها پست نمیذاشته و یهو قبل از مرگش 10 تا پست بتمن گذاشته، نشونه توش داره؟ چرا تو همون جکوزی که میمیره بعد چند روز قبلش عکس بذاره به همراه بد سیگنال توی آسمون؟ حالا بگذاریم. وحشتناک ترین اتفاقی که
به این تئوری ربط پیدا میکنه. دوجو کت الان وضعیتش خیلی خرابه. من قبل از اینکه کاملا رد بده و کاملا دیگه موزیکاش و ویدیوهاش شیطانی بشه که الان رسما خودش رو شبیه یک جن میکنه و راجب شیطان پرستی و همه چی رو آزادانه تبلیغ میکنه، براتون ویدیو درست کرده بودم و گفته بودم که قراره اون اتفاق بیفته. حالا دوجو کت یک آهنگی داد بیرون به اسم چی؟ به اسم دیمنز، یعنی شیاطین. You are mad at me cause I am all day slap now. I can nap now. Lots of people that were sleeping say I. تیزر این آهنگ، یعنی ویدیویی که قبل از اینکه آهنگ بیاد بیرون میدن که تبلیغ کنن، چی بود؟ دقیقاً عین اینتروی فرندز بود. خب که اینتروی فرندز اینه که تمام شخصیت‌های فرندز جلوی یک آب نمایی هستن و یه مبلی جلوشه، رو مبل میشینن، تو آب میرخصن و اینا. دقیقا همون ستینگ، رو همون مبل دو جاکت نشسته اما به صورت یک شیطان شاخدار سیاه و بالا سرش لوگوی فیلم فرندز هست اما به جای فرندز نوشته دیمنز. لوگوی فیلم فرندز بین هر حرف یک نقطه رنگی وجود داره که هر کدوم از این نقطه های رنگی ربطی به از یکی از شخصیت های این فیلم دارن. نقطه اول مال شخصیت چندلر بوده و توی تریلر دوجا کت همه نقطه ها رو گذاشته اما نقطه اول رو جا انداخته، انگار که نقطه اولی دیگه وجود نداره. و دقیقا بعد از این ویدیو متیو پری میمیره و حذف میشه، همونطور که اون نقطه حذف شده بوده، انگار که داره یک پیامی میفرسته که ما چندلر رو قراره از شما بگیریم. یعنی از بزرگترین نماد پرست الان شیطان پرست هالیوودی به عنوان دوجا کت استفاده کنی که یک پیامی رو به مخاطب بدی. و بارها بهتون گفتم جوری که این اومناتی کار میکنه اینه که باید به شما نشانه ها رو بدن، چون وقتی به ماها نشانه ها رو میدن و ماها یه جورایی میفهمونن که دارن چی کار میکنن و ما باز هم باهاشون راه میایم، مثلا باز هم آهنگای دو جات تو گوش میدیم، دیگه تصمیم ما بوده. میگن که انسان فری ویل داره، یعنی آزادی انتخاب داره. پس تو وقتی حقیقت رو بهت نشون میدن، جلو چشت میذارن، دیگه انتخاب خودته. پس اونا نقدر تقاص کار ما رو پس بدن، ما هم که چشمامون رو به حقیقت میبندیم. پس میان نشونه ها رو جلوت میذارن و از متیو پری هم جلوشو نمیگیرن که نشونه ها رو جلوی کسی بذاره، منتها کیه که این نشونه ها رو بفهمه تا قبل از اینکه دیر شده. و جدا از اون حتی کارتون سیمسنز هم یک اشارهی طبق معمول به پیشبینی مرگ متیو پری کرده بود. آیا ممکنه که متیو پری یک قراردادی داشت و بعد قسمت خودش رو بازی میکرد اما وسطش جا زد، وسطش شفا پیدا کرد، به خدا ایمان آورد، شروع کرد مردم رو به نور هدایت کردن و لحظه‌ای که این کار رو کرد طبق معمول اومدن بالا سرش و جونش ازش گرفتن؟ نمیدونم. من میگم اصلا دوست نداشتم به این چیزا فکر بکنم و تئوری من این بود که نه، متیو پری کلن مدل جوک کردنش همینه و همه این عکس‌ها رو گذاشته که بگه من بتمنم. مثلا شوخیش اینه که بگه نه بابا من بتمن منم. مثلا دیدین توی کارتون و فیلم‌های بتمن میگن که بتمن مشخص نیست کیه، هیچکی نمیدونه بتمن واقعی کیه، و این یه شوخی بوده که اون میکرده که بتمن منم، چون خب عاشق بتمن بوده، همه چیزای بتمن رو دوست داشته و جمع میکرده و اینا. اما بعد که عمیق شدم توی داستان و مخصوصا این داستان دوجو کت و باز میگم سمبول‌هایی که استفاده میشه و داستان این کرمبریا و خیلی چیزای دیگه و اینکه این آدم این همه مرگو ازش فرار کرد، چه جوری غرق شد تو جکوزیش، همه رو که گشتم کنار هم نمیدونم. الان 100% دیگه مطمئن نیستم که شاید یه شوخی بوده و اتفاقی بوده و این آدم به هر حال پیر بوده و بدنش ناتوان بوده، شاید بیشتر از اونه. به هر حال ما اینو میدونیم که هر کسی که زیر قرار دادش توی هالیوود میزنه و شروع میکنه به مردم کمک کردن و راشو کج میکنه یا حقیقت رو میخواد با آدمو نشون بده، و شاید متیو پری هم یکی از اونا بوده. به هر حال روحش شاد، واقعا لیاقتش بیشتر از ایناست. من خودم تو سخت‌ترین نقاط زندگیم سریال فرندز کمکم کرده و وقتی فهمیدم که فوت شده
همینجوری ار میزدم و کل زندگیم خیلی ناراحت بودم از این روزی که بیاد که میگفتم یکی از افراد فرندز بمیره، انگار دوست صمیمی مرده و خیلی سخته. اما اگه 1% واقعا همچین بلایی سرش اومده باشه، خوبه که ما بفهمیم که داشت سعی میکرد به ما چی بگه. اما اگه هم نه، باز میگم روحش شاد، ازش ممنونیم تا ابد به خاطر همه چی و خیلی خیلی دوستش داریم. نظرتونو به من بگین، به نظر شما حقیقت چیه؟ به نظر شما همه اینا اتفاقی بود یا نه واقعا یه داستانی هست؟ چرا یه جوری انگاری مرگ پیش بینی شده بود از طرف دوجا کرد، از طرف خودش؟ این نشونه ها و پیام های پنهان و اینا اتفاقیه یا نه؟ خیلی دوست دارم ببینم نظر شما چیه. خیلی دوستتون دارم. هر هفته ساعت 9:30 شب آن ساب دو از روی این چنل میتونید ببینین. اگه لایک کنین خیلی خیلی کمکم میکنین. خواهش میکنم یادتون نره که لایک کنین و زنگوله رو بزنین که ویدیوهای بعد جذابو از دست ندین. دوستتون دارم. خدافظ.